اسلامی در مورد خیزش سیلاسای ادعای میهن‌پرست ایرانی هیچ گونه دفاع نظامی از خود ندارد. سرلشکر خلبان مهدی روحانی از گروه نظام سیاسی عقاب ایران همیشه طرفدار شما، با شما عزیزان صحبت میکنم. خیلی خوشحال میشم که بعد از صحبتام من از شما اطلاعاتی میگیرم، نامه، ایمیل و تلفن های متفاوت که منو تشویق میکنم. منم یه سربازم مثل همه سربازا. سرباز یعنی کسی که آسیب پذیر نخواهد بود و نمیباشد. سرباز کسی است که همه وجودش رو برای میهن و مملکتش میذاره. سرباز کسی هستش که در بدترین شرایط ملی میهنی قد علم میکنه، همه وجودش رو در اختیار مملکتش میذاره و بالاخره نتیجه میگیره. یادتون نره در جنگ ایران و عراق گذشته نیروی هوایی شاهنشاهی ایران بود که عراق رو کوبید. همه تون یادته، تعدادی ما اونجا زخمی و کشته دادیم. بالاخره مملکت و دفاع از مملکت این چیزا رو داره. چند جلسه از پشت سر هم دارم با شما صحبت میکنم. خیلی هم برای من افتخارآمیزه و غرورآمیز و این وظیفه یه سرباز، همینجور که توضیح دادم حضور که سرباز یعنی چی. یکی از اون سربازو که یعنی چی، یعنی سرلشکر مهدی روحانی. من در طول عمرم نشسته بودم، قسم خوردم، پرچم رو بوسیدم که من در برابر حفظ ملی میهنی مملکتم، در برابر نگهداری حدود و سرحدات مملکتم از جان خودم دریغ نکنم. اینو من فقط قسمو نخوردم، اینو تمام سربازا خورده بودن، تمام اونایی که در ارتش امروز ایران هستن. ارتشو فقط نام میبرم، میدونم که بدون استثنا همه اونها این قسمو خوردن. خب الان موقعشه که پای قسمم بیستیم و من اینجوری که دارم براتون روشن میکنم، ببینین ارتش اونی هستش که باید این مملکت رو به قول امریکا یا این هول، به قول ماها به طور کلی، این مملکت رو باید زیر بال و پر و رو دستش، رو شونش، وسط مغزش اینو نگه داره به هر قیمت ممکن. نه اینکه اگه اون ور نشد این ور شد. اینو من افتخار میکنم که ارتشی ها در گذشته دور و نزدیک خدمات زیادی کردن. خب یک کمی اگه راجب نیروهای مسلح بخوام صحبت کنیم، که خب شامل الان نیروهای مسلح ایران شامل ارتش بالا، سپاه پاسداران، بسیج، شهربانی و تعداد سازمانهای دیگه ای هستن که اینا جمعا اسمشون میشه نیروهای مسلح این کشور در شرایط موجود. ولی مجددن یه توضیح دیگه میدم. ببینین همه اینا که اسم بردم، سپاه و ارتش و بسیج و شهربانی و همه اینا، اگر که شما ملت طبق قرار، طبق تمرینی که با هم خواهیم کرد در روز معین و فقط در ساعت معین، فقط در ساعت معین، یه دور دیگه هم تکرار میکنم، فقط در ساعت معین، فقط از در خونتون بیان بیرون، تو کوچه بایستید بدون چوب و چماق و حمله و حتی تو مغزتون نباشه که میخوام برین حمله کنین یا دفاع کنین، هیچ کدوم اینا. این هیکل شما که جاده رو میبنده، خیلی به زبون عامیانه صحبت کنم، این هیکل شما که جاده رو مسدود میکنه، عوامل ارتشی قدرت حرکت ندارن، از وسط شما که نمیتونن رد شن. شما حساب کن یه جایی که هزار تا آدم وایساده اعراب جنگی با اون قدرت گردن کلفتش به هیچ عنوان نمیتونه. شما نجات پیدا میکنین، مملکتتون رو نجات میدین. اگه فکر کنین راه دیگه ای داره، اگه تکیه بکنین به امریکا یا به هر جای دیگه، اینا رو باید یادمون بره. اصلا با خودمون صحبت کنیم، چرا خود من نباید از مملکتم دفاع کنم که یک کس دیگه بیاد دفاع بکنه؟
یه کسی دیگر دیدیم که اومدن مملکت ما رو به هم زدن و البته یادم نره باسم اونجا ما مقصر بودیم، ما مقصر بودیم که مملکتمون به هم خورد، ما مقصر هستیم که مملکتمون بر نمیگرده سر جاش. یه مقداری اینا رو از من برادر سرباز بپذیرین، ببرین تو خودتون. شب که دارین شام میخورین که کسی دور برتونه دیگه، سپاه و سازمان و بسیجی کنید، با هم صحبت کنیم، بگین این مردک مدت هاست این حرفا رو میزنه، کی بلده، کی چی میدونه، یه چیزی بگیم بینیم که واقعا چجوری میشه. این که این میگه خیزش سیلاسای ایرانی ها در روز معین و ساعت معین جمهوری اسلامی را مرخص میکند، این درسته یا نه؟ پیشنهاد میکنم از ارتشی ها، حتی اونا که جزء سپاه و بسیج و همه چی هستن، بپرسید بگین اگه خیابون ها بست، شما چجور نیروهاتو میتونه از عشرت آباد بفرستی به نمیدونم قار پشاپویه یا به شهرستان دیگه از این حرفا؟ غیر ممکنه. یه وقته یه چیزی، یه آدمی یه هوسی داره، رو هوسش حرف میزنه، یه وقتی یکی مثل من روی تجربه بسیار سنگین نظامی سیاسی با تون دارم صحبت میکنم. مطمئن باشین که یک راه دارین، الان تو این جلسه بحث رو قطعش میکنم، یک راه شما دارین، اون یک راهتون خیزش سیلاسای ایرانی ها در روز معین و ساعت معین. اگه قرار شد ساعت ده بیاین بالا پشتمون نگاه کنیم ببینید کسی اومده یا نه، بازنده ای. یادمون نره که قواب ایران میگه خیزش سیلاسای اتحاد دفاع نظامی ندارد، ولی خیزش ناموزون اتحاد دفاع نظامی دارد.